مدرسه زندگی فارسی تقدیم می کند. دوستان گرامی این ویدیوی آخر مدرسه زندگی آلندو باتن که مربوط میشه به علائم بلوغ عاطفی و هیجانی خیلی مورد توجه قرار گرفت و دوستان خوششون اومد. از جمله یکی از مسائلی که فکر میکنم کنم شد مورد توجه قرار بگیره این تمثیل و تشبیهی بود که آلندو باتن استفاده کرده بود در ویدیو در مورد یادگیری هوش عاطفی و هیجانی این که مثل یک زبان میمونه و یک زبان رو بعضیا در دوران کودکی خب یاد میگیرن و بدون لحچه یک زبانی رو صحبت میکنن که خوش به و یه عده دیگه از ما باید زبان رو به عنوان زبان دوم با تمرین و با یاد گرفتن دایر لغات و دستور زبان یاد بگیریم. به نظرم میرسه که این تشبیه تشبیهیه که خیلی گنجایش زیادی داره و ظرفیت های زیادی داره بر اینکه بتونیم بستش بدیم و موارد دیگه رو باهاش بیان بکنیم. یکی این هستش که ما وقتی میخوایم یک زبان خارجی یاد بگیریم به عنوان زبان دوم معمولا کسایی که میخوان کلاس برن یا به وسیله معلم و آموزشگاه زبان رو یاد بگیرن یه کاری که براشون انجام میدن اینه که اول میگن شما باید تعیین سطح بشید یعنی باید معلوم شه که چقدر زبان بلدید من احساس میکنم که این تشبیه و تمثیل رو میتونیم به کار ببریم در مورد هوش عاطفی و هیجانی کسی که میخواد هوش عاطفی و هیجانی خودش رو بالا ببره بعد نیست بدونه که چه اشکالاتی داره قبل از اون و میشه به این ترتیب عمل کرد که بره پیش یک روانشناس و یا مشاور و تست شخصیت بده تست های شخصیت مختلفی هستش که روانشناسا و روانپزشکای گرامی ازش استفاده میکنن از جمله تست شخصیتی که پنج محور داره پنج صفت رو میسنجه بهش میگن The Big Five در محور درونگرایی و برونگرایی در محور نوروتیسیزم و استراب در محور Conscientiousness، وجدان اخلاق وظیفه شناسی در حقیقت در محور خلاقیت و Openness، باز بودن نسبت به تجربیات جدید و پذیرا شدن و استقبال کردن از تجربیات جدید و نهایتا موضوع اگریبلنس یعنی میزان خوشایند بودن و راه آمدن با دیگران و کنار آمدن با دیگران و یا تست شخصیتی دیگه مثل تست شخصیتی بریگز مایرز. به هر حال پس بد نیستش که فرد به یک مشاور یا روانشناس مراجعه بکنه و ببینه که آیا صفات شخصیتی یا تریت های شخصیتی مشکل ساز داره یا نه آیا اصلا اختلال شخصیت داره یا نه در اون گراست برون گراست میزان اوپننسش خلاقیتش و بقیه صفات شخصیتیش به چه شکله و در واقع یک تعیین سطح بشه و خودش هم مشکلاتش رو مطرح کنه ببینه در چه زمینه میخواد قوی بشه مثلا یک نفر میخواد زبان یاد بگیره که بتونه مکاتبات اداری انجام بده یک نفر میخواد وبلاگ نویس بشه یک فرد دیگه فقط میخواد سلام و احوال پرسی کنه یک نفر میخواد مهاجرت کنه و مثلا میخواد امتحان آیلتس بده بنابراین بد نیستش که حتما یک تعیین سطح بشه و هدفش رو مشخص بکنه دومین جایی که این تمثیل زبان به درد میخوره اینه که معمولا در مورد زبان میگن شما اگه میخواید خوب یاد بگیرید باید در محیط باشید تا اینکه بخواید فقط کلاس برید و به صورت تئوری یاد بگیرید به همون ترتیبم هم یاد گرفتن و بالا بردن سطح هوش عاطفی و هوش هیجانی در انزوا سخت و افرادی که خیلی درونگرا هستند و روابط اجتماعی کمی دارن ممکنه که نتونن در کوتاه مدت به قول معروف در یک کلاس فشرده هوش عاطفی هیجانیشون رو بالا ببرن جای دیگه که به نظرم این تشبیه به درد میخوره اینه که معمولا گویش ها و لحجه های محلی خیلی تأثیر دارن مثلا ممکن شما زبان رو به لحجه آمریکای شمالی یاد گرفته باشید در آمریکا کانادا یاد گرفته باشید و بعد اگر که مهاجرت بکنید به استرالیا براتون خیلی سخت باشه و بعضی از واژه ها در در حقیقت دایالکت آمریکایی و کانادایی یک معنا میدن در گویش استرالیایی معنای دیگه ای میدن ممکنه حتی بیادبانه باشن یا برای سلام و احوال پرسی از اصطلاح های مختلفی استفاده میشه و لحجه ها هم که خب طبیعتا خیلی فرق داره این هم مثل این میمونه که ببینید شما مثلا یک مهندس عالی رتبه هستید و در یک دفتر کار میکنید مراجعینتون اکثرا مثلا رؤسای شرکت های دیگه هستن کسایی که مشاوره میخوان همکارانتون هستن حالا تصور کنید که در این محیط به یک تعادل رسیدید و هوش عاطفی هیجانی شما کافی است برای اینکه با این افراد بتونید به طور مؤثر تعامل بکنید حالا شما رو بردارن ببرن و مدیر یک پروژه بکنن و شما بخواید کار میدانی انجام بدید و با کارگر و کسایی که به صورت یدی کار میکنن سر و کار داشته باشید اونجا میبینید که اونا یک زبان دیگه ای دارن یک جور دیگه با هم تعامل میکنن یک رفتار دیگه مقبول مقبول مطلوب هست اگر بخواید کاریزما بشید حرفتون خونده بشه یک هوش عاطفی هیجانی دیگه لازم دارید به عبارت دیگه باید با یک لحچه با یک دایلکت و با دایر لغات دیگری صحبت بکنید این هم یک کمی ممکنه کار سخت بکنه برای اینکه در هر محیطی شما وارد میشید باید چیزهای جدیدی یاد بگیرید و هم این که از یه طرف یه خورده خبر خوبیه برای اینکه دیگه شما لازم نیست زبان جهانی رو بلد باشید شما لازم نیست به همه واجه های دیکشنری مسلط باشید یا همه گرامر رو بدونید بلکه با اون محیطی که دارید تعامل می و اون محیطی که درش هستید همون ساز و کارها همون دینامیزم رو اگر یاد بگیرید هوش عاطفه هیجانیتون اگر در همون میدان بالا ببرید یک دفعه میبینید که رشد زیادی میکنید و میتونید در حقیقت به اوضاع مسلط بشید باز یه جور دیگه که این تشبیه و تمثیل به درد ما میخوره اینه که فرض کنید شما توریست هستید و در یک شهری قریب هستید و میخواید در حقیقت یاد بگیرید که رستوران کجاست جاهای دیدنی کجاست چجوری از مترو اتوبوس و اینها استفاده بکنید دو حالت وجود داره اگر شما به زبون مبدع به زبون اون منطقه مثلا فرض کنید که شما استاد زبان ایتالیایی هستید و یک موبایلی هم دارید که روش اپلیکیشن گوگل مپس رو دارید و جی پی اس داره و هر جا بخواین برید میتونید با اون پیدا بکنید ساعت استفاده از نمیدونم مترو قطار و اتوبوس و قایق و همه رو میتونید استفاده بکنید ممکنه که در این صورت زیاد انگیزه نداشته باشید که با مردم محلی تعامل کنید و چیز یاد بگیرید و کنجکاو باشید. اما تصور کنید توریستی هستید که یک کلمه زبان بلد نیستید و موبایل هم ندارید. بنابراین مرتب باید به قول معروف پرسان پرسان راهتون رو پیدا کنید ببینید کجا غذا بخورید، کجا مسافرخونه بگیرید، کجا بتونید برید و دیدنی ها رو استفاده بکنید و شاید حتی در این صورت به خاطر اون نیاز شدیدتون و به خاطر اون کنجکاویتون و اون حس آسیب پذیری که آلندو باتن ازش صحبت کرد و اون والنربیلیتی و حسنیتی که به ناچار نشون میدید اتفاقا با آدم های خیلی بیشتری دوست بشید و وارد زندگی مردم محلی بشید و خیلی یاد بگیرید و این کاری است که همیشه بکپکرها در دنیا میکنن توریستایی که با بودجه های کم مسافرت میکنن بنابراین الزاما دایره لغات خیلی بالا در هوش هیجانی یا دانستن دستور زبان هوش هیجانی منجر به این نمیشه که شما روابط خیلی شیرینی برقرار بکنید اینکه چقدر حسن نیت دارید چقدر نیاز دارید و به خاطر اون نیاز کنجکاوی نشون میدید و در حقیقت شرایط بر خودتون باز میذارید شاید خیلی و باشه و اینم یه خبر خوبه و در واقع اگه حتی شما لحجه هم داشته باشید و گرامرتون هم غلط باشه ممکنه که بتونید روابط خیلی سازنده مثبت و شیرینی برقرار بکنید یه چیزی هم که کمک میکنه همون در همون مثال توریستا و زبان اگه از اول شما بدونن که خارجی هستید ممکنه خیلی کمکتون بکنن بعد نیست این رو ابتدا به ساکن در یک محیط جدید در زمینه هوش عاطفی هم به نمایش بذارید یعنی بگید که من تازه کارم من خارجی هم واقعا ساز و کارهای شما رو بلد نیستم ولی حسنیت دارم و دلم میخواد که یاد بگیرم و دلم میخواد که بین شما ها باشم و منم بازی بدید میبینید که خیلی ها ممکنه قریب نواز باشن و به شما در این زمینه خیلی هم کمک بکنن و نهایتا این که دیگه گفتن هم نداره و اونم کلاس رفتن و رفتن به جلسات مشاوره و درمان مخصوصا تحلیل رفتار متقابل Transactional Analysis خیلی میتونه کمکتون بکنه و در حقیقت در روابطتون میتونه موثر باشه و همینجور روان درمانی های هیجان محور مثل رفتن به کلاس زبان میمونه دیگه در زمینه کتاب هم که دوستان سوال کرده بودند بد نیستش که دوستان روانشناس، روانکاو و روانپزشکم اگر دوست دارن در زیر این پست کامنت بگذارن و کتاب هایی که مناسب میدونن برای عموم رو معرفی کنن. به نظر من هم اول از همه بد نیست از نظر فلسفی شما با دیدگاه دیوید هیوم آشنا بشید. دیوید هیوم کسی بود که اعتقاد داشت که ما با عقلمون و با منطقمون و با دو دو تا چهار تا بین همدیگه رفتار نمی کنیم. بلکه ما جهان رو با عواطف و احساساتمون محک می زنیم و در حقیقت نسبت به یک موضوعی، نسبت به یک آدمی، نسبت به یک شرایطی اول احساسی پیدا می کنیم، یک هیجانی پیدا می کنیم و بعد با مهندسی معکوس دلایل و استدلال های منطقی که اون هیجان ما رو اون احساس ما رو اون عاطفه ما رو توجیه بکنه می سازیم به وسیله مهندسی معکوس و در حقیقت انسان صد درصد یک موجود عاقل و منطقی نیستش و این با یافته های بیوشیمیایی با یافته های نور با عصب شناسی پزشکی زیست شناسی مغز هم کاملا مطابقت میکنه بنابراین اول از همه شما اهمیت هیجان رو درک بکنید که چقدر از IQ مهمتر ایموشنال اینتلیجنس هوش هیجانی و هوش عاطفی پس این شد کتاب های دیوید هیوم آشنایی با فلسفه دیوید هیوم و بعد اینکه با مبانی سنت روانکاوی آشنا بشید ناخداگاه رو بشناسید چیزی که زیگموند فروید و کارل یونگ مثلا ازش حرف میزنن بنابراین روانشناسی زندگی روزمره زیگموند فروید کمک میکنه کتاب های کارل یونگ کمک میکنه و بعد در روابط دو نفره و چند نفره مثلا کتاب بازی های اریک برن یا کتاب I'm اوکی okay از تامس هریس فکر میکنم تو فارسی ترجمه شده باشه وضعیت آخر و کتابی که به دنبال اون اومد به نام ماندن در وضعیت آخر ترجمه شده از ایمی هریس که نام انگلیسیش هست I'm OK, You're اوکی okay. این کتاب ها هم در زمینه روانشناسی تحلیل رفتار متقابل هستند و فکر میکنم برای مخاطب عمومی و غیر روانشناس مفید باشند. یه چیز دیگه که شاید جالب باشه و به دردتون بخوره بعضی از سریال هایی که حالا یا کمدی هستن یا دراما هستن و راجب یک محیط به خصوص ساخته میشن راجب یک محیط کاری به خصوص ساخته میشن مثلا سریالی هست کمدی به نام راجع راجب روابط پزشکا پرستارا و کادر درمان در بیمارستان هستش و حالت کمدی داره چرا این دیدن این سریال ها خوبه برای اینکه به یاد گرفتن دینامیزم و روابط مختلف تو محیط کار کمک میکنه و این احساسی که شما به صورت یک فرد مورد ظلم واقع شدید یا شرایط شما یه شرایط خاصیه و هیچ کس دیگه تجربه نکرده رو از شما میگیره به طور مثال مثلا در این سریال سکرابز که نسبتا قدیمیه شاید مال ده سال پیش باشه و شاید بیشتر مثلا روابط کارآموزا کارورزا اینترنای پزشکی با همدیگر رو نشون میده روابطشون با پرستارا رو نشون میده و اینکه چجوری با هم رقابت میکنن مشکلاتی که با همدیگه دارن شرایطی که در اون مثلا یک فردی یک استادی رو به عنوان کاریزما و الگوی خودش انتخاب میکنه و بعد توی ذوقش میخوره همه این پیچیدگی ها و زرافت های روابط رو خیلی قشنگ نشون میده یا در زمینه مثلا روابط حقوقی اگر وکیل هستید یا در زمینه امور حقوقی هست تخصصتون و میخواید این ساز را رو یاد بگیرید بعد نیست مثلا سریال باستان لیگال رو ببینید و اون راجب رابطه بین وکلا حقوقدانا قاضیا دادستانا و اینهاست و بعد متوجه میشید که خیلی چیزا که ما فکر میکردیم که فقط تو بیمارستان ماست فقط بین من و چند نفر دیگه است یک چیز جهانی یک چیز عمومیه و هیچ اختصاصی به کشور ما نداره یا اینکه وضعیتی نیستش که فقط ما درگیر شده باشیم و مخصوصا اگر جنبه کمدی داشته باشه اون زهرش رو میگیره تلخیش رو میگیره و در حقیقت یک پتوه عصبی دیگه ایجاد میکنه اینا همه چیزهایی که ما در اون وبینار اساس بیوشیمیای خیر و شر راجع به صحبت کردیم کمدی یکی از راههایی هستش که شما در حقیقت روایت جدید خلق بکنید و یک مسیر عصبی دیگه یا تو مغزتون فعال بکنید و در حقیقت در اثر اون مسیر جدید واسطه بیوشیمی های بیوشیمیایی جدیدی ترشح بکنید و بنابراین احساستون واکنشتون هیجانتون نسبت به وضعیت تفاوت بکنه مثلا اگر در وضعیت بدبینی هستش به حالتی مثل خنده یا درک هم با دلسوزی و امپاتی تبدیل پیدا بکنه بنابراین این تشبیه زبان رو خودتونم با خودتون فکر بکنید شاید کاربورت های دیگه هم به ذهن شما برسه اینا رو بد نیستش که تو کامنت ها بنویسید که همه ما استفاده بکنیم این تشبیه زبان تشبیه پربار و تشبیه بسیار مفیدیه برای یاد گرفتن هوش عاطفی هیجانی برای اینکه اولا نشون میده که عملیه میشه یاد گرفت دوما که حتی اگه با لحجه هم شما صحبت کنید و غلط قلوت هم حرف بزنید کارتون را میفته سوما اینکه گویش های محلی رو در نظر داشته باشید، پرسان پرسان عمل بکنید، حسن نیت خودتون رو حفظ بکنید و کنجکاوی خودتون رو حفظ بکنید. اول از همه تعین سطح بشید و در نهایت با کلاس رفتن، مشاوره و دیدن مواردی که دیگران یک راهش اینه دیگه که شما در یک وضعیتی یک موقعیتی نفر سوم هستید ناظر هستید و مکالمه دو نفر رو تماشا میکنید همونجور که میشه اینطوری زبان یاد گرفت زبان خارجی یاد گرفت میشه هوش عاطفی هیجانی رو هم اصلاح کرد یا پیشرفت داد از این که شنیدید متشکرم